درود به شما، شهرام سبزواری هستم. اومدم خدمتتون در مورد یکی از کلیدی ترین نکات انقلاب صحبت کنم. یعنی چی؟ پاشنه آشیل حکومت ضد ایرانی جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح. نیروهای مسلح در هر حکومتی، در هر حاکمیتی، پاشنه آشیل آن حاکمیت است. اگر ما بتونیم راهکاری، تمهیداتی داشته باشیم که جذب حداکثری از پرسنل ریزشی نیروهای مسلح داشته باشیم، قطعا انقلاب ما روند سعودی خواهد داشت و با سرعت خیلی بهتری پیش میره تا به پیروزی برسه. حال چگونه این نیروهای مسلح رو میشه جذب کرد و چگونه میشه براشون تمهیداتی اندیشید که سریعتر به مردم بفهمند؟ بله، کار کنیم که نیروها سریعتر کنار مردم قرار بگیرند و از مردم دفاع. این وظیفه اپوزیسیون و سیاسیونی هست که امروز نقش لیدری و فرماندهی جنبش های خیابون بودن. چشمانداز آینده ایران، فردای براندازی رو برای این عزیزان باید روشن کنه. تا ریزش پرسنل نیروهای نظامی بیشتر بشه. ببین، ما بخوایم نخوایم، امنیت مرزها رو نیروی نظامیه که حفظ میکنه. ارتش، دقیقا ارتش، شما الان که این حکومت سر کار، هنوز با تمام بی ارزگیاش نگاه کنید ببینید، طالبان از یک سو به ایران میتازه، جمهوری زیر پونس آذربایجان از سوی دیگه، و معلوم نیست چه معامله‌ای با عربستان و چین کردن و چه دادن که امروز سعودی شده برادرش. همونجور که نگین تهران رو فروختن به امیر قطر، بعید نیست بخشی از ایرانمون را به عربستان پیشکش کرده باشن که اینجوری عربستان داره ازشون دفاع میکنه. دشمن دیرینه ایران و خلیج همیشگی فارس این شکلی پشت اینا در میاد، یعنی داستان داره، که اونم داستانش اینه که چین به اینا دستور داد برید با عربستان مشکلاتتون رو حل کنید، وگرنه هم سرمایه گذاری نداریم. اینا هم از ترس بقاشون، از بدبختی و گرفتاری که توش افتادن، حاضرن دستبوسی هر کسی رو بکنن تا بقاشون ادامه پیدا کنه. و اینجا یه تبریک بگم، یکی از بزرگترین دستاوردهای این انقلاب 401 این بود که کشورهای خارجی که طمع به خاک ایران داشتن، قراردادشون رو با ایران نهایی نکرد، نتونستن، چون دیدن مردم بیدارن، دیدن مردم هوشیارن و این قراردادها تضمین اجرایی و نخواهدم داشت. قطعا این قراردادها رو ملت شریف ایران مقابلش می ایست. حال ببینیم اپوزیسیون باید چه کار کنه. اپوزیسیون باید یک چشم‌اندازی از آینده ایران، از فردای ایران، از روز براندازی، از روزی که دولت موقت میخواد بیاد پای کار، یا از ثانیه ای که نقطه صفر فروپاشی شروع میشه، ساعت صفر شروع میشه، باید بدونیم ما ارتش چه جایگاهی خواهد داشت. بدنه ارتش چی امنیت شهرها رو تامین میکنه؟ از کودتای احتمالی جلوگیری میکنه؟ خب اینا پرسنل نظامی هستن که این کار رو میکنن. ارتش از مرزهای کشور در مقابل طالبان، علیوف ها، عرب ها، عربستانی ها، عربستانی ها اشتباه برداشت نشید، عربستان سعودی، امارات، قطر، حتی عراق، ترکیه، این ارتشی که وظیفه‌اش است در مقابل اینا از کشور محافظت کنه، بدنه ارتشی که باید حفظ بشه حتی
در فردای ایران تقویت بشه. امنیت شهرها کی آموزش دیده برای اینکه امنیت شهرها جلوگیری از دزدی، غارت و خروج عتیقه های کشور، سرمایه های ملی کشور؟ خب اینم نیروی پلیسه. یعنی از بدنه پلیس باید استفاده بشه. اپوزیسیون می بایستی پردای براندازی رو برای این عزیزان ترسیم کنه که هرچی سریعتر اون بدنه ای که میخواد به ملت بپیونده هرچی سریعتر بیاد پشت مردم بیسته. تا زمانی که اپوزیسیون این کار رو نکنه مطمئن باشید ریزش همین جوری است که نامحسوسه. اگرم هست خیلی نامحسوس ما میبینیم، مثل نامه‌هایی که میدن در فلان یگان آتش سوزی را افتاده، انبارات خرابکاری شرافتمندانه قرار گرفته، کارهای اونجوری انجام میشه. ولی اگه دل این بچه ها قرص باشه، کسانی که میخوان به مردم بپیوندن بدونن فردا چه اتفاقی براشون میفته، قطعا میفته. بدونن اپوزیسیون برای فردای این عزیزان برنامه داره، قطعا سریعتر به پشت ملت میان و انقلاب سرعت غیر قابل توقفی پیدا قطعا اینجوری خواهد شد. ببینید همین الان قشر خاکستری، من از نیروهای مسلح بیام یه لحظه بیرون، قشر خاکستری رو به شما مثال بزنم. قشر خاکستری چون نمیدونه فردا ایران چه اتفاقی براش میفته، سرمایش چی میشه یا ملک و املاکش چی میشه یا آیا سر کارش میمونه یا نمیمونه، نمیتونه تصمیم بگیره که بیاد بیرون یا نیاد. در صورت که نمیدونه، این آگاهی رو نداره که بابا بودن این رژیم از ویروس تا امروز سرمایه شما رو یک سوم یک چهارم کرده، فردا دیگه اونم نداری. با توجه به تورم و شکست اقتصادی که این رژیم خورده و ورشکسته است عملا، با این ور اون ور کردن مملکت رو نمیشه گرفت. مثل این شده کسی که میره بدهکاری داره، این نزول خور اون نزول خور پول میگیره تا بتونه خودش رو حفظ کنه. اگر میخواییم فردا ایرانی داشته باشیم، اگر میخواییم زندگی داخل کشور ایرانی داشته باشیم، این قشر خاکستری رو شما اپوزیسیون وظیفه داریم، ضمن اینکه با مقامات خارجی محافل خارجی در ارتباط هستید، در تعامل هستید، دارید برای اونا آینده ایران رو ترسیم میکنید، برای این قشر خاکستری هم باید ترسیم کنید که کجای کار قرار میگیره تا اون موقع بتونه تصمیم بگیره که پشت ملت بیست بیاد کنار فرزندش تو خیابون. دردآوره نه؟ این شکافی که اپوزیسیون داره متاسفانه تا امروز از اون جایی که باید استارت بخوره استارت نخورد. خیلی داره خوب پیش میره، دور هم جمع شدن دارن کار میکنن، اصلا بحثی درش نیست، ولی باید سریعتر این برنامه ریزی رو بکنن، چون سرعت انقلاب خیلی بیشتر از اونیه که حتی ما فکرشو میکنیم. غافلگیر کردم. من خواهش میکنم از کسانی که در رأس قرار گرفتن، اگر صدای بنده به گوششون میرسه فکری بکنن برای سازماندهی، برای کلونی سازی، برای تئوری گفتنا و عملگرایی ها، برای اینکه بتونن چهره فردای ایران و پرسپکتیوی از ایران فردا رو ترسیم کنن تو
تو ذهن قشر خاکستری و نیروهای مسلحی که باید به مردم بپیوندن و پیوستن اونا منجر به یک پیروزی و یک ارمغان در انقلاب ما خواهد. ما می توانیم دست در دست هم تا براندازی پیش بریم. بعد از اون هم صندوق رأی، دولت آزاد و مجلس مؤسسان تصمیم میگیرن که مملکت به چه شکلی اداره بشه، هر کس کجا آینده ایران بدرود.